با عرض سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگانی که عرایض امروز بنده رو خواهم گوش کرده باشن. خب بنده در خدمتتون هستم برای این گفتگوی امروز و خب به فارینیک میگیرم. البته از این گفتگوها ما زیاد داریم ولی نمیدونم کدومش بیشترین اثر داره. من تجربه بسیار خوبی با خبرگزاری اسنا دارم. انشاءالله این بارم همینجور خواهد بود و کلمات و گفتگوی من از اونجایی که فقط منشأ خیرخواهانه داره، پدرانه داره، معلمی داره، پزشکی داره، حکیمانه داره، امیدوارم که به همون نه و خلوصی که من مقصودم هست اونجور تلقی بشه. آقای دکتر، خب یه بخش زیادی از مخاطبان خبرگزاری ایسنا جوانان و دانشجوها هستن. شاید شروع بحثمون از این زاویه خوب باشه که شما تحصیلاتتون رو توی آلمان شروع کردین. اون وقتی که شما به آلمان سفر کردین، خب آلمان تازه از جنگ جهانی دوم رهایی پیدا کرده بود. اینکه چرا اساساً شما کشور آلمان رو برای تحصیل انتخاب کردید؟ خب شما تک فرزند خانواده بودین، شاید این جدایی از خانواده و رفتن به یک کشور دور تو اون مقطع خیلی سخت. یکم در مورد بحث دوران دانشجویتون بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که بله درسته، من 19 سالم بود، دقیقاً 65 سال پیش رفتم به آلمان. حالا چرا آلمان انتخاب کردم؟ البته چند تا خویشاوندان بنده، پسرمو همین چیزا در آمریکا بودم. بنده اون زمان بسیار راحت، نه ویزا می‌خواست، چه نمی‌خواست. میتونستم برم آمریکا. اون زمان دنباله اون ژرمنوفیل بودن جمعیت ایران، جمعیت ایران همیشه آلمانی دوست بودن. خود آلمانی‌ها هم بی‌نهایت ایرانی‌ها رو دوست دارن. حالا به یک فرضیه که عرض کنم که اون زمان یک دانشمند یا جهانگرد فرانسوی اشاره داده بود، آمده بود گفته ایران چه کشوریه، چه مردم خوبی هستند، چه نازنین هستند و آریایی هستند. این آریایی بودن رو نسبت داده به جرمن ها، جرمن حتی کرمان رو میگفتن کرمان نیست، جرمنه، جرمنه. اینقدر احساس نزدیکی میکرد. خب البته راش هم نزدیکتر بود و با یه پرواز الان مثلا 5 ساعته، اون وقت مثلا 8 ساعته، 10 ساعته می‌رفتیم به آلمان. بگذاریم از این که آلمان خب یک کشور خیلی اصولا مردم پیشرفته است. من ده همون 65 سال پیش که رفتم آلمان، تمام مظاهر اون طرز تفکر آلمانی‌ها رو اونجا بود. الان کم شده. حالا بهتون میگم چرا. من خودم در یه خانواده فرهنگی تربیت شدم. پدر من انسان بی نهایت مهربانی بود. یعنی در مهربانی شاید اسطوره بود. ایشون استاد ادبیات فارسی و عربی و فقه بودن. کروات هم میزنه بعد. خب من در یه همچه خانواده تنها فرزند بودم. ایشون بی نهایت مهربان بودن ولی بسیار سختگیر و مقید به آداب بود. بنده اینجوری رفتم به آلمان. بنده جشن 20 سال تولدم و در آلمان در اون خانواده‌ای که رفتم برای اونا اونجا جشن گرفتم. یه پدر، یه مادر 72 ساله‌ای بود، خانم بود، پدرم عرض کنم که 80 ساله بود تو آلمان، یه خیلی بنده مثل یه فرزند پذیرفت. خب آلمان یه محیطی بود که شما از خود مردم تو کوچه و بازار دانشگاه آدم چیز یاد می‌گیره، آداب یاد می‌گیره. تنها خود دانشگاهش نبود، آداب یاد میگه، نظم و ترتیب و انضباط و شیوه زندگی و ساعت 10 شب بگیرن بخوابن، صبح سر وقت بیدار شن، همه برن سر کار. یعنی یه چیزی که اسطوره بود اون زمان، بدون تردید جای دیگه نبود اون تو. من در همون مصاحبه که فرمودین بعد این اشاره کردم که دو کشور در جنگ دوم جهانی بیشترین لطمه رو از متفقین از جمله آمریکا خوردن، متفقاً برای فرانسه و انگلیس که در رو داغون شده بودن. این آمریکا بود که میتونست پدرخوانده باشه و بیاد جای دیگر بزنه. از جمله بمبارانی که در ناگاساکی و هیروشیما کرد و از جمله تمام آلمان رو با خاک یکسان کرد. شهری به نام درستن، شما میتونید سرچ بفرمایید. این در زمان جنگ 72 ساعت، یعنی 3 روز 3 شب اینجا رو با خاک یکسان کردن. یعنی شما نمی‌سین این کلیسا بوده یا این از کم دانشگاه بود یا چی بود. خب
این شهر رو الان شما سرچ بکنید، همون کلیساها با همون مدل عکسی که بوده با همون سنگا دوباره ساخته شما فکر میکنید شهر با خاک یکسان شد؟ آمدن آلمان رو سه قسمت کردن متفقین، یه قسمت شو دادن دست نیروهای فرانسوی، یه قسمت دادن دست نیروهای انگلیسی، یه قسمت دادن نیروهای آمریکایی. از بد روزگار یا خوش روزگار اون شهری که من بودم شهر ماینس یک مثلثی بود در هر سه این گروه ها، یعنی به طور نامحسوس وقتی میرفتی توی خیابون دیگه اگر کشی گشت کشی که نبود ولی مثلا یه سربازی میدید لباس فرانسوی پوشو بود، اگه میرفتید اون طرف شهر اونجا شد سرباز لباس انگلیسی پوشو، اونجا آمریکایی. بعدا همه اینا تحویل آمریکایی دادن اون شهر رو، دیدم برشون دیگه صرف نمی کنم واسن کچی بعد از 4-5 سال تحویل میدن. من همه اینا رو دیدم. خب مردم آلمانی که بمباران شدن و منم تو خونه با این زندگی میکردم، نه اینکه بگیم در جامعه، تو خونه با این صحبت میکردیم، میگفتن که اولا حقش بود، ما یکمی زیاده روی کرده بود این هیتلر و نیبست این کار رو میکرد. بعد میگفتن ما خوشحالیم، آخه این کلمه رو گوش کن، ما خوشحال میتونیم مملکت دوباره از اول بسازیم، بهتر از سابقه، خیلی قدیمی شده، بهتر از سابقه بسازیم. من در 16 سالی که در آلمان بودم یک بار ندیدم حتی یه نفر گروه که هیچی یک نفر بگه مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکاشون وقتی بلند شد که شدن اولین یا دومین قدرت صنعتی جهان. اونجا اول شما روانشناسی رو شروع کردید؟ نه اول من پزشکی رو شروع کردم. خب پزشکی عمومی؟ بله پزشکی عمومی رو شروع کردم در وسط های وسط که نه یعنی حدود 3 سال گذشته بود یک امتحانی رو، آره این که دارم میگم از مصیبت ها باید عبرت گرفت و باید فرصت درست کرد، در رو خودم میگم، حالا حرف دولت نمیزنم، رو خودم میگم، یک امتحانی من باید میدادم، یعنی چندین جا گفتم حالا خدمت شما میگم، این امتحان رو به من میگفتن که این آقای پروفسور این نوع سوالات میکنه. خب منم به زبان آلمانی بود، منم سعی کردم تو اون ردیف سوالا رو بیشتر بخونم. از بد روزگار یا از شانس بنده رفتیم اونجا، آقای پروفسور عوض شده بود، اصلا یه سوالای دیگه کرد و من اون سوالا رو نتونستم پاسخ بدم و من مجبور بودم برای که این کورس بگذرونم یک سالی صبر میکردم، 6 ماه خودش بعد میگذرونم میشه 1 سال و 6 ماه. به قدری من حالم بد بود یعنی چندین هفته اصلا من هر جا میرفتم مثل آدمای روانی صدا نمیشنیدم، یعنی میرفتم بچه‌ها نیستی بنداشتن تو همون نارخوری دانشگاه اونجا تو شهر ماینس، غذا میخوردن آلمانی ها حرف میزدن من حرفشون نمیشنیدم. تا اینکه نامه‌نگاری کردم یه کارتی فرستادم برای یکی از دوستام که در انگلستان بود در لندن که من همچی وضعیتی پیشم اصلا حالم خوب نیست. اونم برای من بعدش نوشت کارت، یه روزی میرفت میامد جوابش، نوشت که بلند شو یه چند روزی بیا بیا انگلستان، پر من بیا لندن یک تفریح کردی کلت باد بخور. قبل از اینکه من برم اونجا من دیدم که اگر من بخوام تو همون شهر وایسم 1 سال نیم از دست میدم. من بلافاصله یه شهری گیر آوردم، شهر ارلانگن، این ماینس بود کنار فرانکفورت، ارلانگن در شرق آلمان چسبیده به شهر نورنبرگ، همونجایی که دادگاه نورنبرگ برقرار شد، یه شهر دانشجویی محض، 1/3 دانشجو بودن، 1/3 کارمند، یعنی 30,000 نفر دانشجو بودن، 30,000 نفر کارمند شرکت زیمنس بودن، 20,000 نفر هم اهالی خود اونجا. این شهر بود، 30,000 دانشجو. من اونجا کارمو درست کردم که برم اونجا، اما خب این فشار این اعصاب خورد من وجود داشت. رفتم تو اون شهر برای اون دوستم، وقتی من بردن خودش نیومده بود تو اسکای مترو، دیدم یک دوست دیگه ما رو برد اونجا و دیدم آقا افتاده زمین و همچنین اصلا بیمار شدید. هیچ، بنده یک هفته اونجا بودم پذیرایی میکردم، صبح به اون صبحانه میدادم، دارو میدادم، ظهر نهار میدادم، دارو میدادم، شب همینطور. همچنین از پنجره نگاه میکردم بیرون و اصلا مثل روز الان برام روشن. یه خونه رو داشتن باز پرداخت میکردن، رینوویشن میکردن، میساختن.
از بیکاری و خب دلم هم پر این بود که من بعد یه هفته دیگه باید برگردم، باید برم اون شهر جدید، خونه زندگی همه رو بفرم برم اونجا. همینجا نشستم برای خودم نیرم، خب من برم. ماه اول سپتامبر، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر، جنوری، من چی کار باید بگم؟ چه درسی رو باید اینجا بگیرم؟ اینو نوشتم. بعد گذاشتم گفتم خیلی خوب، تعطیلاتم، تعطیلاتش باید چی کار کنم؟ بعد اونم نوشتم. بعد 7 روز بیکار بودم، از صبح ساعت 7 بلند میشدم تا شب ساعت 10 همچنین نشسته بودم. باور بفهم، به شرف پزشکیم قسم، این واقعیته. من اینا رو نوشتم، بعد پاکنویس کردم خیلی خوشخط و بعد باریک مانند به هم چسبوندم. یعنی فرض کنید یه همچین چیزی شد، میخوام شما کاملا در حالت اینجوری اینجوری نوشتم، اینا رو به هم چسبوندم. این مال 1 ماه بعد این جلساتم، هر ماه یه همچین جلسه، حالا تو تقویم هم دارم ولی یه همچین جلسه هم می‌نویسم. یعنی الان مطابق نوشته من در خدمت شما هستم. هیچ، من به شرف پزشکی هستم، برنامه 10 سالمه نوشتم. نوشتم در چه زمانی این ترم، حالا شما فکر کنید 17 درس پزشکی، هم 17 تا درس داره، هم 17 تا کارگاه داره و هم 17 تا امتحان شفایی، 17 تا امتحان کتبی. تمام این نوشتم. بین و بین رفته بودم در یک دانشکده دیگری، دانشکده علوم، اون پزشکی بود، در رشته‌ای به نام انسانشناسی و ژنتیک. گفتم اون شکست من واداشت که یه کاره بزرگی بکنم، به خودم جبران کنم. به هر صورت بنده آمدم برابر با همون رفتم جای جدید و پزشکیم ادامه دادم، پزشکی رو اونجا ادامه دادم. بعد می آمدم تعطیلات دوباره تو هم شهر قبلیم کار میکردم، میرفتم تو آزمایشگاه ژنتیک کار میکردم. یک روزگار بسیار سختی گذروندم. بسیار. بله، الان میگم خدمت. بله، من در اون زمانی که تو اون شهر اول بودم در رفاه خیلی کاملی بودم، خیلی خوب زندگی میکردم و همه چی سر جاش. وقتی رفتم شهر جدید به خودم گفتم که از رفاه کسی دانشمند بیرون نمیاد، باید سختی بکشم. جای قبلی مثلا فرض کنیم خانه‌ای که من اجاره کردم 130 مارک در ماه اجاره میدادم، آمدم جای جدید که آمدم 20 مارک اجاره میدادم. برای خاطر بهتون بگم، بخاری زغال سنگی بود. خب من زغال سنگ از سوش میریختم و بعد چی میکنم، یه کاسه آب هم میذاشتم روش، این بخواد یکم هوای اتاق مرطوب نگه داره، تا صبح بود. صبح من بلند میشدم، صبح زود میرفتم دانشگاه برای کارم. شب که می آمدم خونه، بارها تو زمستون عرضه، بارها آب توی این کاسه در روی بخاری یخ زده بود. من اول بعد این میشکستم، یخ می دادم بیرون، یه آب جدید توش می ریختم. چی می کنم؟ می دارم شما بخاری روشن می کنم، می شنم درس می کنم. سختی رو ببینید شما. یا رفتم در یه اتاق دیگری، اتاق سرجاش رو چون وسط باغچه اتاق ساخته بودن، پیش هم زیاد چیز نبود، ایزوله نبود. این تخت خواب من بود، از زمین تا اینقدر که من دستم میخواد صورتم بهش بخوره یخ بود. بعد تازه فهمیدم اسکیما چطور زندگی، هوای اتاق داغ بود ولی اون یخ بود، یخ، بلور یخ تا پایین، من دست میزنی یخ بود. چنین زندگی سختی کردم و این باعث شد که از همونجا من برنامه‌ریزی کردم چه کار باید بکنم. و این دو تا رشته‌ای که بنده تحصیل کردم، نه به غیر از 4 نفر آلمانی که در این دو رشته تأثیر کرده بودن، هیچ آلمانی دیگه ای نه و هیچ ایرانی هم اصلا تو این رشته، این دو تا رشته رو با هم تأثیر نکرد، هنوز هم تأثیر نکرد. یعنی دو تا رشته رو در واقع همزمان خوندم. تازه آمدم رشته دیگری هم به نام روانشناسی کنارش گذاشتم، اون تا روانشناسی دیگه نرسیدم دکتراشو بگیرم. دیگه اینجا هی فشار آوردن آقا زودتر بیایید، ما منتظریم دانشگاه. اینطوری بود بالاخره، حالا بنده که نیستم ولی فکر میکردن یه شخصی چه میدونم نخبه‌ای پیدا کردن، هی می‌نوشتن کی میایید کی میایید.
که من دیگه روانشناسی در سطح لیسانس و فوق لیسانس ول کردم اومدم. یعنی شما دو تا رشته جداگانه تحصیل کردم، دکترا گرفتم، پایان‌نامه نوشتم، همین کارا. پزشکی و انسانشناسی علوم، بله علوم. انسانشناسی ژنتیک تو انسانشناسی. بله خلاصه زندگی بسیار سخت اونجا داشتم. ولی در کنار اون بسیار چیز یاد گرفتم. همون زمان که اونجا بودم خب خیلی از خود دانشگاه خیلی مسافرت‌های دانشگاهی می‌ذاشت، مسافرت دانشجو می‌ذاشت، به کشورهای اطراف خیلی رفتم و اونا رو هم می‌دیدم. تفاوت فرهنگ و کار آلمانی رو با ایتالیایی می‌دیدم. تفاوت کار و اون فعالیت آلمانی نسبت به فرانسوی می‌دیدم. و آدمی اصلا هر چیز برای من معنا داره. اصلا من رنگای اینو نگاه می‌کنم برای من معنا داره. اصلا این اگه اینجوری باشه برای من معنا داره، این باید اینجوری باشه. نکته نیست که من نبینم. این نکته یابی رو از آلمانی بیشتر یاد از پدر. پدر مرحوم به آدم بسیار نکته سنج و بسیار انسان فرهیخته بود و اون بود، ژن بود، محیطم بهش کمک کرد. چرا پدرتون یه فرزند بیشتر نداشت آقای دکتر؟ پدر من وقتی من به دنیا آمدم مصادف با این شد که پدرم شد رئیس فرهنگ خوزستان. دانش من چند ماه عمر بیشتر نداشتم. من با پدرم مادرم رفتیم شهر هفتگل، الان تو خوزستانه. یه وقتی شهر بسیار زیبایی بود، بسیار زیبا. خب مادر بندم هی در اسباب کشی ببر بیاره، ما تابستون که نمیدونم، از تابستون به قول مرحوم مادر اردی بهش نبود، اردی جهنم بود. می آمدیم اینجا اواخر مهر دوباره می رفتیم. خب این رفت آمد، این تمیز کردن ها منجر به چند تا سخت شد و من یه فرزند موندم برای پدرم. پدرم همیشه زندیات می گفت که آدم یه فرزند داشته باشه یا یه نابغه میشه یا یه بیکاره میشه. البته من اون دومی شدم و خب دیگه نشد. همینطور شد که شما چند سالتون بود پدرتون به رحمت خدا رفت؟ من دیگه حالا عرض میکنم رفتم آلمان، برگشتم اینجا تو دانشگاه، استاد دانشگاه بودم، پدرم فوت کردن. ولی خب خیلی رنجور شدن، مریض شدن، خیلی زحمت میکشتن، خیلی از خودشون کار میکشتن. به بعد مسائل ایشون سیگارم میکشید. این باعث شده بود که خب این سیگار اینا ریه ایشون ناراحت کرده بود، قلبش ناراحت کرده بود و عمر زیادی نکشت. 62 ساله فوت کردن. بله از اونجا بعدن از هفتگل ما رفتیم به مسجد سلیمان. الان اتفاقا چند نفر از هفتگل و مسجد سلیمان من زنگ میزنن احوال من رو بزنن. اون بچه‌هایی که مثلا فرض کنیم ما 10-12 ساله بودیم، اونا من پیدا کردن، گذاشتم رو میزن بهشون زنگ بزنم. در نتیجه من بعد از هفتگل رفتیم به مسجد سلیمان. در مسجد سلیمان بودم تا کلاس پنج ابتدایی. از شش ابتدایی من اومدم به تهران و در مدرسه به نام رازی اونجا شروع کردم به تحصیل کردن. یه مدرسه نوبنیادی بود تو گمرک. خونه هم که گرفتیم توی چیز بود، خیابان امیریه بود تو زمان، الان اسم دیگه داره، کارگر. عرض شد که حالا جزء کارام میخوام بگم چطور من بارو بردن حتی قبل اینکه برم آلمان. خب پدر بنده انسان بسیار مهربان، بسیار دست دلباز بود. در اینجا خب فرصتی برای اینکه این بخواد یک خانه به ما، هم که همش در مأموریت پدر بودیم 10 سال اونجا، هر چی اومدیم خب مادر میگفت بهم گفتن با یه خانه بگیریم، چیزی بگیریم. آخه اینجا آدم میگفت اینا چه، من خانه های خیلی خوبی خواهم گرفت، شما صبر کنید. بالاخره فرض کنید که حالا بنده یه شخصی بودم دقیقاً 17 سالم و داشتم تحصیل میکردم. من فارغ تحصیل البرز بودم. بالاخره بنده عزم خودم رو جزم میکردم، گفتم از این پدر این اهل این که خانه بخره نیست. شما فکر بکنید بنده در 17 سالگی آمدم یک خانه در خیابان جمهوری الان چهارراه باستان، در اونجا یک خانه خریدم 16,000 تومان. وقتی این پول نداشتم، البته مادرم کمک کرد، پدرم یکم کمک کرد، ولی شاکلی اصلیش خودم بودم به اسم من. 16,000 تومان، 16,000 تومان الان به شما
سه چهار تا نون میدن فقط، یه ساندویچ هم نمیدن. 16000 تومان یه خانه خریدم. چه سالی آقای دکتر؟ سال 1336 من رفتم به خارج، 34 بوده. مرتبا ایدیایی که میگرفتم از پدرم، هرچی میداد از هر کی، اینا رو هی جمع میکردم. اصلا کسی باورش نمیشه یه همچه آیم از خودم ماتم. بعد اون وقت این پول یه قدیم خود مجبورشون قرض بکنم روش بذارم. وقتی رفتم آلمان اقساط این خونه رو میپرداختم، چون پدرم دیگه یه کمی اون کارایی خوش از دست داد، اصلا نگرش مادی هم نداشت. بله، هم دانشجو بودم هم کار میکردم، پول میفرستدم. صبح تا شبتون چطوری میگذشت آقای دکتر؟ یعنی مثلا صبح ساعت چند بیدار میشد؟ در آلمان؟ در آلمان مثل همین الان. الان که صبح ساعت، حالا گریز بزنم یه قدی، الان من صبح هر روز ساعت 5 صبح بیدار میشم، ساعت 6 و 2-3 دقیقه کم از در خونه میام بیرون، یه همکاری داریم، اون همکار سر ساعت 6 از سر کوچش برمیدارم، ساعت 6 و 20 دقیقه من اینجا هستم. از 6 و 20 دقیقه، البته این الان این کار کردم، تا 2-3 سال پیش 5 صبح من اینجا بودم. آره یک کنید خودمون لوس کردیم دیگه. بله. به هر صورت آلمان هم ساعت حدودا همون 6-6 و نیم بیدار می شدم، 7 از در خونه می آمدم بیرون، هر جا بعد می رفتم. شب هم می آمدم خونه می شستم، کارم انجام می دم تا دیر وقت.